برنامه خبری رادیو زودیرو مستقیما از دفتر مرکزی از پراگ تقدیم شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم. سلام. موضوع ها برای امروز 19 نوامبر. درخواست حکومت آباد حسین عبدالسماد گناه حمله به سیاهان خارجی را اعتراف کرد. دادرس به خانه مشورتی رفت. شهر در دیلیکو و گزارش خبرنگاران رادیو زودی از دیده و شنیده هایشان در راغون که نخستین چرخه نیروگاه در آنجا فعال شد. و قلابی با مبلغ نیم میلیون سومونی بازداشتی زنی که دهان نفر را با وعده دریافتی زمین ارزان فریب کرده است. اما شروع میکنیم از آن که در روهای جنوبی تاجیکستان پوزگوهای ایلوگی پولیس گذاشته شده است. خبرنگاران رادیو زودی در منطقه میگویند که صبح 19 نوامبر شاهد حضور گسترده پولیس در روهای کولو، بختر، وخش، واسه، فرخور و دیگر شهر و نویه ها بودند. مقامات انتظامی کشور شدت بخشیدن نظارت را به فراری گروه رپ میدهند که مبلغ بزرگی را در نویه وخش را بودند. دزدی پول در یکی از منزل ها صورت گرفته است، اما مقدار آن اعلان نمی شود. در دیدبانگاه ها همه خودرو ها را تفتیش میکنند، ولی با این همه تا حال رسما اعلام نشده است که در خطلون چی گذشته است و پوزگاه های امنیتی به کدام خاطر تاسیس یافتند. هرچند در اواخر ماه ایول در این منطقه در پی حمله به جهانگردان خارجی پوزگاه های ایلوگی تاسیس داده شده و ولایت چند وقت زیر نظارت شدید امنیتی قرار داشت. در همین حال دادگاهی مسئولان حمله به سیاهان خارجی در دنغره ادامه دارد. عیبدار کننده دولتی طلب خود را در نسبت متهمان بیان کرده و از دادگاه برای رهبر گروه حملهوران حسین عبدالسمدوف سخت‌ترین مجازات را خواست. انتظار می رود تا دو روز آینده حکم عاملان این جنایت اعلان شود. یادآور می شویم که با وجود باز بودن محاکمه به جریان آن تنها وکیلان و شاهدان راه داده شده. جزئیات را از مولا رجب یوسفی می شنویم. دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی طلب نموده است که حسین عبدالسمدوف رهبر گروه حملهوران به سیاهان خارجی به حبس ابد محکوم شود. طلب دادستان روز 19 نوامبر صدا داد. مرافع دادگاهی حمله به سیاهان خارجی در بنای سیزا یا بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه دارد. به مرافع تنها شاهدان و وکیلان دفاع راه داده می شوند. یک اشتراکدار مرافع روز 19 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت دادستانی در این روز از دادگاه طلب کرد که حسین عبدالسمدوف به حبس ابد محکوم شود. حسین عبدالسمدوف از روی 9 اتهام از جمله آدمکشی، افرادگرایی، تروریسم، جلب شهروندان و عملیات مسلحانه دیگر کشورها متهم دانسته می شود. همصحبت ما در دادگاه گفت روز 19 نوامبر متهمان سخن آخرین خود را بیان داشتند. از جمله به گفته منبع عبدالسمدوف همه اتهام های علیهش اعلام شده را قبول کرد، اما تا حال از کردهش پشیمانی نکرده است. نماینده دادستانی کلی تاجیکستان همچنین از دادگاه عالی طلب نموده است که کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 18 ساله زندان محکوم شوند. این دو نفر به افرادگرایی متهم دانسته می شوند. دادستانی اینچنین طلب نموده است که 12 نفر دیگر از 1 تا 2 سال زندان محکوم شوند. این نفران اساسا به خبر ندادن درباره جنایت متهم دانسته می شوند. در نظر است که روز چهارشنبه 21 نوامبر حکم متهمان حمله به سیاهان خارجی اعلان شود. این حمله به سیاهان خارجی روز 29 ایول در منطقه سبستان دنغره رخ داد و در پی آن 4 سیاه کشته شده، 2 نفر دیگر زخم برداشتند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. در قرغیزستان جسد دادستانی ولایت بودکند رو پیدا کردند. انربای ماماجاکیپوف 5 ماه پیش به این وظیفه تعیین شده بود. مقامات انتظامی این کشور میگویند دادستان از سرش تیر خورده است. حادثه 18 نوامبر به عمل آمد. با گمان قتل دادستان 42 ساله یک مقامدار ولایت بودکند بازداشت شده است. او با انربای ماماجاکیپوف در روز کشتار یک جایه به شکار رفته بودند. این خبر در حال نشر می شود که وکیل مجروح قرغیز در بیمارستان تاجیکستان درگذشت. معصوم محمد رجب در همین باره گزارش میدهد. کوبانیشبک بیانوف وکیل محلی از ناحیه لیلکی قرغیزستان که با زخم‌های عمیق از تیر اسلحه شکاری در بیمارخانه ناحیه غفورو و ولایت سوخت بستری بود درگذشته است. طبیبان این بیمارخانه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که بیانوف را پیوندانش شب 5 به 6 نوامبر با زخم تیر در تخت پشتش و این بیمارخانه آوردند و او در حالت خیلی وزنین قرار داشت و طبیبان برای نجات او را
دو بار برای بازداشتن خونروی و به هم آوردن زخمهای درونیش دو بار جراحی کردند و طول بیش از 10 روز بیانوف در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف بستری و تبابت می شد. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف به رادیوی آزادی گفتند که تیر از تخت پشت بیانوف رسیده و به چند عضو درونی او از جمله به گرده و شوش و روده های او آسیب جدی رسانیده است. در حالی که او طول تقریبا 12 شبانه روز در شعبه احیای بیمارخانه غفوروف نگهداری می شد، پیوندان او از جمله پدری 82 ساله کوبانیشبیگ بیانوف عبدالسلام بیانوف در نزد این شعبه منتظر بودند که او کی به خود می آید. به گفته پیوندانش تا حال مقامات ولایت بادکند قرغیزستان که تفتیش سوی قصد به جان این وکیل محلی را پیش می برد، هنوز شخصی صادر کرده این جنایت یا گمانبر به این جنایت را معلوم و کسی را در این رابطه دستگیر نکردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. 16 نوامبر بعد انتظار های زیاد نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده داده شد. حکومت تاجیکستان تلاش کرد این حادثه تاریخی را به طور فراگیر پوشش بدهد تا اینکه عظمت و شکوه این ساختمان بزرگ واضح باشد. در برابر اون که خبرنگاران زیاد طول چند روز امکانی از نزدیک مشاهده نمودن به کار انداختن چرخه اول شدند، همزمان پخش مستقیم از این مراسم نیز فراهم بود. اما حالا به رادیو صوفی در برای جزئیات معلومات میدهد که در حاشیه مراسم مشاهده کرده است. اکثریت افرادی که موقع ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را ندیده اند، شاید در تصورشان شهامت ساختمان این نیروگاه چندان بزرگ به نظر نمی رسید. مقامات حکومت تاجیکستان به همین خاطر با سفر و بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از این ساختمان 3 روز 14، 15 و 16 نوامبر مساعدت کرد. اکثری مهمانان مخصوصا خارجی ها این ساختمان را میگا طرح یا طرح خیلی بزرگ عنوان کردند. راغون این معرفی عملکرد اینوواسیونی با مشکل ترین اقدام های مهندسی و فنی می باشد. من احساس افتخار می کنم که در روبروی یک دستاورد بزرگ تکنولوژی بشری قرار دارم. سربند راغون با بلندی 335 متر بلندترین در کل دنیا خواهد بود. بیایید به جهانیان این مهارت نادری تکنولوژی را نشان دهیم. شهامت نخب های این نیروگاه که 109 کیلومتر است اکثریت را به حیرت می آورد. از آن طول نخب ها 72 کیلومترش را در زمان شوروی و باقی پس از احیای دوباره ساختمان نیروگاه کنده شده است. محض نقش همین نقه های ماشینگوزر و آبگوزر را در انجام موفقانه ساختمان نیروگاه حل کننده عنوان می کنند که در جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان مساعدت بیشتر داشته است. طرح سرمایه گذاری نیروگاه راغون همزمان با سیاست بهتر کردن فضای سرمایه گذاری و همکاری این امکانیت خوب برای بیشتر کردن اعتماد سرمایه گذاران به تاجیکستان است. این تدبیرهای سیاست معنای تدبیرهای سیاست به نیروگاه راغون را دارد، زیرا آن مربوط به سیاست تامین کردن رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون برای بار نخست در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان خط تقریبا 5 کیلومتری انتقال مستقیم سنگ و شغل برای بنیاد سربند استفاده می شود. این خط استفاده نیروی کاری و تکنیکا و ماشین ها را به مراتب کم کرده سرعت بنیاد ادامه سربند را می افزاید. حالا از 75 میلیون متر مکعب ذخیره سنگ و شغل که هنوز زمان شوروی جمع آوری شده است، تقریبا 3 میلیون متر مکعب آن استفاده شده است. شماره کارمندان در ساختمان نیروگاه راغون یک دلیل عظمت دیگری طرح گفته می شود که بیشتر از 25 هزار نفر ساختمانچیان و مهندسان داخلی و خارجی را جلب کرده است. در شب و روز افتتاح رسمی چرخه نخستین نیروگاه راغون، کاربران دوباره به بعضی سامانه و شبکه‌های اجتماعی امکانی وارد شدن را پیدا کردند. دسترسی به بعضی رسانه‌های اینترنتی مستقل، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های اینترنتی فیلترشکن در تاجیکستان از 6 نوامبر به این جانب محدود شده بود. چون این مسئولیت بدون شهر نگرانی برخی از سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان از جمله خبرنگاران بدون مرز را به بار آورد.
همکارم عبدالله شروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله و خوش آمدی. نخست بگو که سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با معرکه سعید بندونی آخر در تاجیکستان چی گفته است؟ سلام شهلا، سازمان گزارشگران بدون مرز در اظهارات اخیرش در رابطه با سعید بندی ها در تاجیکستان گفت مقامات به همه گونه مشکلات از راه محدود کردن اینترنت و بستن وبسایت ها جواب میدهند. این حالت به نوشته گزارشگران بدون مرز حقوق شهروندان تاجیکستان را برای دسترسی به اطلاع محدود میکند. گزارشگران بدون مرز معرکه های سعید بندی تاجیکستان را به عملکرد دولت چین مانند کردند. دسترسی به بعضی از رسانه های اینترنتی مستقل، شبکه های اجتماعی، پیام رسانه ها و برنامه های اینترنتی فیلترشکن از 6 نوامبر باز در تاجیکستان محدود است. در میان آنها وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، فیسبوک، یوتیوب، شبکه های اجتماعی روسی وکانتکت و پیام رسانه های تلفنی مثل واتساپ و تلگرام نام برده می شوند. بسیاری از کاربران گزارش دادند که برنامه های معروف سدشکن و یا وی پی این ها نیز دست نارس شدند. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه های اجتماعی را بیشتر به مشکلی فنی ربط می دهند. اما اشاره های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است. عبدالله، سنسور اینترنت در تاجیکستان تا کجا با کار خبرنگاران خلل ایجاد می کند؟ خب اگر دور نرویم، مثلا از تجربه خودت بگو که تا کجا با فعالیت تاثیر دارد؟ تنگتر شدنی به اصطلاح حلقه سنسور شهلا نه تنها در اینترنت بلکه بیرون از آن هم مشاهده می شود. هرچند مسدود کنی سامانه ها نیز به کار خبرنگاران بی تاثیر نیست، خوانندگان را از مطالعه خبر و گزارش های محروم می کند. اما مشکلی که هر روز خبرنگاران با آن روبرو هستند این طرف محدود شدنی دسترسی به اطلاع است. قانون مطبوعات در تاجیکستان مقامات را موظف می کند که در دوام 3 روز به سوال های خبرنگار پاسخ بدهند، اما این بند قانون زود پایمال می شود. مقامات هنگام مراجعت خبرنگار برای گرفتن اطلاع چندین سدی بیوروکراتی می سازند. از جمله مکتوب رسمی با مهر و سند طلب می کنند که گاهی سریعیت اطلاع را از بین می برد، چون عمر خبر طور خودت هم می دانی خیلی کوتاه است و اگر سری وقت پخش نشود بعد چند ساعت یا روز آن دیگر اهمیت ندارد. خوب، تشکر عبدالله برای صحبت و در تقویت گفته های خودت. ضمناً تاجیکستان امسال در شاخص آزادی مطبوعات از میان 180 کشور در مقام 149 قرار گرفته است. ما برنامه را ادامه می دهیم. در تاجیکستان مقامات از افزایش جنایتکاری میان نسل نوراس بانگ استراب می زنند که در 9 ماه سال روان 48% بالا رفته است. چندین عامل های نامبر می شوند که به کجرفتاری نابالغان سبب گردیده است. اما حالا می بینیم که سروینوز روح‌الله در باره جنایتکاری زنان چی می گوید؟ وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 38 ساله خبر داد که در 50 حالت قلابی کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که این زن دلارام فیض‌اللهیه و ساکن کوچه زینبی بی شهر دوشنبه است و خود را کارمند وکالتدار اداره دولتی معرفی کرده، با استفاده از باوری مردم برای جدا کردن قطعه زمین بیش از 500,000 سومانی مردم را تصرف کرده است. چاره‌بینی های تفتیشاتی معین نموده است که نامبرده برای به باوری شهروندان درآمدن آنها را به محله خاوران ناحیه شاهمنصور با کوچه تپه های شرقی برده زمین های بکر خوبیده رو نشان داده وعده میکرده است که محض همین قطعه زمین رو با اونها حجوت گذاری کرده میدهد و با این راه مبلغ های گناگونی پولی شهروندان رو تصرف نموده است. با تاکید وزارت کارهای داخلی، این زن برای روی پوش نمودن کردارهای جنایتی خود منزل استقامتی را در کوچه زرفشان شهر دوشنبه به اجاره گرفته، عملهای جنایتی خود را محض در اینجا اجرا میکرده است. هنگامی کارهای تفتیشاتی از منزل به اجاره گرفتش مقدار زیادی شناسنامه های اصلی شهروندان و قرار و خبرنامه های قلبکی ساخته شده و دیگر اسناد لازمی همچون دلیل دریافت و مصادره گردیدند. فعلا دلارام سیف‌اللهیه در حبس پیشکی بوده. با گفته وزارت کارهای داخلی، علیه این زن بر اساس ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی قلابی در حجم کلان پرونده باز شده، تفتیشات آغاز شده است. با این مطلب سرنوز روح‌الله برنامه امروز خبر رو به پایان میرسونیم. با سپاس به همه اونهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی میکنند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم. نخست نویدی بامدادی تقدیمتون میگره که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا اون دم وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو در خدمت شماست. خدا نگهدار.